اما آمریکا با کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در خصوص استفاده اوکراین از تسلیحات دوربرد این کشورها در خاک روسیه مشورت خواهد کرد. این ماموریت بر عهده آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا خواهد بود که چهارشنبه به همراه همتای بریتانیایی خود در کیف با مقام های ارشد اوکراین ملاقات کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین معتقد است استفاده از این نوع تسلیحات برای حمله به اهدافی در عمق خاک روسیه میتواند کمک بسیاری به آن کشور در دفاع از خود کند. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه هم با مقام های لهستانی رایزنی کرد. گیتا آریان همکارم از وزارت خارجه آمریکا با ماست. آیا ممکنه تصمیمی سریع درباره استفاده اوکراین از این نوع تسلیحات گرفته بشه گیتا؟ پیام باید که خیلی سریع باشه، برای اینکه باید با 32 عضو ناتو مشورت بکنه بلینکن، برای اینکه در بلند مدت اگر اجازه بدن ممکنه پای ناتو اصلا این جنگ کشیده بشه، بنابراین باید با همه اونها مشورت بکنه. What we learned from our Ukrainian partners. آنچه که ما از مقامات اوکراینی شنیدیم اساس صحبت‌هایمان با دیگر متحدین و شرکا در روزها و هفته‌های آینده خواهد بود. ما با همکاری با هم و با همفکری طی ماه‌های آینده به این مسئله خواهیم پرداخت و چه بهتر که گفتگوها از همین جا با متحدمان لهستان شروع شود. لهستان موافقه. وزیر خارجش روی همین کنفرانس خبری گفت که موافق هست، اما خب اون کشورهای دیگه مونده و چهارشنبه بلینکن و همتای بریتانیاییش که توی کیف اوکراین بودن اونجا در واقع رفتن که ببینن از نظر خود اوکراینیا شرایط در میدان جنگ در همین لحظه چی هست که اون وقت بنا به اون تصمیم بگیرن چه کمک‌هایی رو انجام بدن. حالا قرار هست که نخست وزیر جدید بریتانیا روز جمعه اینجا در واشنگتن با جو بایدن ملاقات بکنه، یعنی که این دو رهبر هم میتونن در این مورد صحبت از نزدیک بکنن. دادن اجازه به اوکراین در این رابطه خیلی براشون مهمه، برای اینکه وقت میتونن اون سنگرهای زیرزمینی که حالا موشکاشون رو دارن یا پایگاه‌های نظامیشون رو بزنن. و اما از این طرف لاوروف امروز روز پنجشنبه گفته بوده که نه، تصمیمشون رو از خیلی قبل گرفتن. خب خیلی کوتاه بلینکن در مورد موشکایی که جمهوری اسلامی به روسیه داده صحبت کرده، لهستان در این باره چه نظری داره گیتا؟ امروز از وزیر خارجه لهستان که در این مورد سوال شد اصلا راضی نبود. I'm disappointed because we have a new president. متاسف شدم از این بابت، چون رئیس جمهوری جدید ایران زاتوندی قبلی قصاب تهران نیست، اما ارسال موشک و پهپاد استفاده علیه اوکراین و همینطور علیه اسرائیل ادامه داره. مشکل لهستان اینه که تحریم ها علیه ایران اونقدر زیاده که دیگه ما چندان کاری نمیتونیم بکنیم.